بعد از این دری کدوم میرم. شهری؟ من الان تبریزم. تبریز. خب تبریز 22 سالته، دیوان 4. چند وقت دوتا دو بازی میکنی؟ 2 سال؟ بله 2 سال، از تیر ماه 2 سال پیش شروع کردم تا الان. چقدر خوب، تو 2 سال دیواین خیلی خوبه. دوتا یکم زیاد بازی نکردی. مرسی. ایول ایول. خب اوکی امیر سنجو، من چه کمکی میتونم بهت من قبلش بگو ببینم من از کجا میشناسی، یعنی چند وقته میشناسی، اصلا از کجا پیدام کردی؟ حدودا 5 ماه از تو یوتیوب پیداتون کردم اولین بار، ایول، از از یوتیوب. توی جورج کیوپید. ایول. بعد از اون سری کوچتون رو دیدم، به نظرم چیز جالبی بود، آموزش های خوبی میداد، گفتم شاید به درد منم بتونه بخوره، به منم کمک کنه. ایشالله که همینطوریه، ایشالله که بتونه کمکت کنه. اوکی من چه کمکی میتونم بهت بکنم عزیزم؟ من یه مشکلی که دارم اکثرا با ساپورت پست پنجمه، معمولاً وقتی توی لین بلد نیستن چیکار کنن کاملا فلج میشم تو کل بازی، یعنی مگر اینکه بازی بکشه به مین 40 و بیشتر خب قبلش نبازی کاملا من به درد نمیخورم، مخصوصا به خاطر هیروهایی که پیک میکنم، هیروهایی هم که اگه از بازی خیلی عقب بیفتم برگشتشون به بازی خیلی سخت میشه. واسه همین چند تا مثل چه هیروی؟ از بازی من دورینجر هیرو مینم. خب یعنی بیشترین پیکم درینجر، پیک دومم فانتوم اساسینه. اوکی. و سومین هیرو که بیشتر ازم بازی کردم لایف استیلره. لایف استیلر. اوکی. معمولا وقتی از کری حریف خیلی عقب بیفتم این واقعا چه سختی میشه. آره میدونم. میفهمم. بعد این دفعه من فقط یه دو تا ریپلی داشتم، از یکیش با وویده که لین رو موفق پیش رفتم ولی گیم خیلی سخت شد واسم. خب و یه گیم دیگه که یادم نمیاد دقیقا چه هیرویی بودم، فکر کنم لونا بودم و اون دقیقا برعکس همین اتفاق پیش اومد، یعنی لینو کاملا لوز دادم و حتی تا مین 25 مید لین اونا سولو کیل میکرد منو، ولی گیم رو در آوردیم آخرش. خب باشه، میخوای من اول یه توضیح ریزی بهت راجب چیز بدم، راجب یه توضیح ریزی راجع به این که وقتی ساپت بلد نیست تو لاین چیکار کنه بدم. ببین کلن تو داری مثلا توی یه برکتی بازی میکنی که خب دیواینه دیگه، یعنی همه تا یه حد خوبی از گیم بلدن، منتها هر کی یه چیزایی بهتر بلده یه چیزایی کمتر بلده، خصوصا ساپورترها. یعنی مثلا ساپورتری که لاین خوب بلده بازی کنه خب واقعا نعمته، چون لاین و همه نمی لینین که چیز سختیه کلا، ولی 90 درصد آدمایی که واقعا حالا آیدی بایر نیستن و اینا واقعا دیواینن ولی لینینگشون خوب نیست، توی گیم خیلی خوب بازی میکنن و معمولا نباید بذاری که اون 4-5 دقیقه بازی فلجت کنه، خصوصا به عنوان کری، یعنی باید برات جا بیفته که لینین کلا 5 دقیقه است و اگر خراب بشه 5 دقیقه 40 دقیقه خراب شده، نباید این 5 دقیقه 35 دقیقه بقیه‌اش رو خراب کنه. حالا باید چیکار بکنی که این اتفاق نیفته؟ اصولا یعنی یکی خواستم اینو بهت بگم، معمولا اگر یارو لینش خیلی بده احتمالا یا واردینگش یا جویناش یا مثلا آیتم خریده چیزای دیگه‌اش خوبه که دیواینه، اینو یادت نره. یا برعکس مثلا می‌بینی یارو تو لین عالیه بعد میری مثلا رفت میداس خرید با پول اون لین، معمولا اینجوری ان دیگه، همه چیشون خوب نیست. من با میداس خریدن بعد لینشون مشکل ندارم، مثلا مشکل اساسی که من دارم اینه که معمولا کم پول حریف رو ای بلاک نمی کنن که اگه حریف بلاک کنه اون کمپو ما هیچ کاری دیگه ای نمیتونیم بکنیم، یعنی کانتست نمیتونیم بکنیم اون پول رو. ساپورت من از ساپورت اونا ضعیفتره، منم از آفلینر اونا ضعیفترم، دقیقا. ولی این حالت مساوی داشته به زور پیش میرفته اونا یه پول میکنن تقریبا لاین تمام بله. یه پول میکنن الان کاملا تموم میشه، من میدونم. خب کاری که تو باید بکنی چیه؟ کاری که تو باید بکنی اینه که صرفا یه وقتایی توی پاب کاری نمیتونی بکنی، یعنی باید قبول کنی که اوکی الان من عقبم و بعد عقب بازی کنم و مثلا من باید لول 5 باشم و یارو لول 7 باشه. خب
و من تو توی میتونم برم اینجور مواقع زنگ در بزنم اسرع یا یه لاین باید بیشترین چیزی بیشترین مقداری که میتونی از اون لاین بکشی بیرون با همون اگرو کردن و با اگرو فارم کردن و سیف فارم کردن و حتی شده ریجنت هم خودت بخری اگه مثلا میبینی بهت سلو اینا نمیده، ماکسیموم چیزی که میتونی و بکشی و از اون لاین بیرون رو بری جنگل. یعنی این کاریه که تمام های رنگ پلیر ها میکنن. اگه مثلا ساپشون مثلا یه دونه رنگ 2000 3000 باشه کسی ندونه باید چیکار کنه لاین رو بخورن، مثلا میبینی طرف لول 3 لول 4 جنگله، چون خب تو اون لاین اگه جلویات بازی بلد باشن اینطوری مثلا تو رنگ های پایین تر توی مثلا هرالد کروسیدر اینا دوبارم یارو بکشته تو بازم تو اون لاین 6 میشی، ولی مثلا دیگه توی ایمورتال دیواینه یارو دوبار بکشته دیگه 10 بار دیگه هم میکشته بیای تو اون لاین، ولت نمیکنه که، بلده دیگه بازی و بلده میدونه میتونه بکشته، واسه همین دیگه رفتن تو اون لاین نکته ای نداره. اینه که سعی کن اون 5 دقیقه رو، یعنی باختن اون 5 دقیقه زیاد اتفاق خاصی نمیفته، تاورت هم بیفته هم اتفاق خاصی نمیفته، اینو بعد سعی کنی بهش عادت کنی به عنوان یه اتفاقی که تو 50% گیم ها حداقل میفته. یعنی تو مید لین هم همینه، تو میدم بازی کنی نصف گیم ها تو میبازی می از جلویید، نصف گیم ها تو هم میزنی جلویید تو خب، و بعد بدونی میبازی بعد چی کار کنی، میبری بعد چی کار کنی. سیف لین هم همینه، بعد بدونی آقا اگه لاینو زدی یا نخوردی چی کار کنی با اون کری که بیشتر فارم کنی، اگه لاین زدن پارتون کردن چجوری برگردی. یعنی اصلا یه جزوی از بازیه، اینجوری نیستش که اگر بره رو اون جزوی از بازی تو دیگه فلج شی، باید بری اون سبکی رو بازی کنی که عقبی، یه سبک داره. حالا اون سبک رو اگه ریپلی ازش داشته باشی من بهت میگم، حالا ریپلی تو به من بده فعلا راجع به اون گیم باهات صحبت. من الان دو تا ریپلی دارم اینا رو میفرستم واسهتون. باشه بفرست. این یکی از گیم ها که این فکر کنم همون لونا بود، لونا هست. این یکی گیم ویدمه فکر می کنم. اول کدومو ببینیم؟ لونا رو ببینیم اگه میشه. اول ویدو ببینیم. باشه اول وید، چون یادم اول ویده رو گفتی واسه همین پرسیدم. گیمی بود که من انتظار نداشتم اینقدر سخت بشه واسه من، یعنی خیلی سریعتر باید بازی رو جمع میکردیم. بعد یه چیزی هم بهت بگم، هیروهایی مثل اسون، مثل لونا، مثل ترور بلید، نمیدونم مثل مدوس، اینا هیروهایی هن که هر چقدر لاینتو بخوری مهم نیست اصلا، بعد با اونا مشکلی ندارن مثلا، ولی درورنجر سخته با اینا وقتی عقب میفتی از لین. درورنجر مثلا باید 6 بشی دیگه، 6 نشی سخته. قبل از اینکه 6 بشم اگه مجبورشم از لین برم خیلی سخته، خیلی در میافتم از بازی. مجبورم برم یا مید لین یا آف لین، ممکنه بازی اونا رو هم خراب کنم حتی. میفهم. این یه سری هیرو زودتر میتونن جنگل بزنن دیگه، اونجور هیرو ها خب باز بهترن. این گیم من لست پیک وید بودم. لست پیک وید زدی جلوی اینا؟ بله، کلینگز رو نمیدیدم ولی برگشت رو میدیدم. اینجای کلینگز هم بد نیست فوری. خب بذار من اینو چیز کنم، جلوی لیچ و وید که بد نیست، مجیکالش جلوی این زیاده، جلوی این هم خوبه نمیذاره شش بیاد، بد نیست تو که خوبی استاندارده دیگه. و ای ای هم اولتی داری؟ اینطوری حساب کردم که ای ای تون نسبتاً لینر ضعیفتری از بقیه ساپورت ها، بیشتر پسیف و دفنسیف بازی کنم توی این لین، بیشتر یک آب کنم تا بش. آره میشه. و خب وقتی فکر کنم ساپورت منم وقتی دیگه من این کار میکنم خیلی سریعتر از لین رفت و قشنگ کمک کرد که من لینو مسلط بشم بهش، لیولامو بگیرم و نمیرم قبل از اینکه اتفاق خاصی بیفته. آفرین که از این ور رفتی و بیشتر سوال تو این بازی از من چی بود؟ اینکه گیم یکم جلوتر که میره مثلا دقیقه 20
و 25 ما کاملا گیم اصلا از دست میدیم. خب من لینکش رو یه ذره فست فوروردتر نگاه میکنم، اگه چیز خاصی به ذهنم برسه بهت میگم، چون به نظرم میاد لینکت اوکیه، حداقل دو همین یه دقیقه که دارم نگاه میکنم اذیت نمیشم. خوبه، نایس. آفرین. خب لینینگت اوکیه؟ مشکلی تو لینینگت نمیبینم. بالا هم زدن اصلا تا برو جالبه. خب من همون عبدالی لفت داد و از لین رفتش تا راحت شدی تو، اونا بد نبود نسبتا. آره تو راحت شدی دیگه، سولو گذاشته جلی دیکه، درآوردی دیکه هم درآوردی، کاری نمیتونست با دیکه ای بکنه. خوب کاری کرد که این ملسترومت هم اومد. لین هم زدی، اصلا بازی جلو این جانم چی شده؟ الو امیرسه، امیرسه فکر کنم دی سی شد، بذارش مسیج بدم. آره دی سی شد. خب فعلا اینجا هاش چون نکته این نداره من نگاه هم نگاه میکنم. پام 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 نایس. تو امرس اومدی؟ لحظه قد شد. آره آره قد شدی. من الان هنوز دارم فست فوروارد نگاه میکنم چون نکته ای فعلا نمیبینم تو قضیه. این گیم فقط یادمه که سر یه فایت روشنی که تیم من فورس میکرد خیلی عقب افتاده من بازی. و من هم این مشکل رو دارم که وقتی تیمم خیلی با فشاره میکنه روی ابجکتیوی ناچارم خودم مجبور به اون کار میکنم. خیلی بده با کری این کار رو بکنی، خیلی بده. فایت روشن بود و دقیقا قبل از اینکه فایت بشه میدر ما دی سی شد و بازم اون فایت رو تیم من انجام داد و باختیم اون فایت رو شدید. و الان نگاه میکنم برد
تا اینجا که خوبه همه چی. بی کی بی هم خریدی، یعنی آماده فایتی. یه الان هیچی تو رو نمیکشه. سر بی کی بی رو زود نخریدی. کلینگس چی داشت؟ ارکید داشت؟ نه من انتظار داشتم ارکید بیاره، نیاورد. آه ارکید نیاورد، دزول داشت. آه ارکید داشت منطقی بود، ولی اینجوری هم که میتونستی سنیاشا بخری. سنیاشا خیلی بهتر از بیکیه. من فکر میکنم وید تو این گیم از چینستان خیلی بدش بیاد. برای همین میگم سنیاشا رو بخری. یا آیتمی که سرسر سنیاشا بی کی بیه، ولی این که بی کی بی سنیاشا باشه یا سنیاشا بی کی بی بسته به این داره که این ارکید میره یا نه. چون ارکید نرفته اینجوری هم که خب میتونی سنیاشا بی کی بی بری به جای بی کی بی سنیاشا. یه ذره بی کی بی عقب، یه ذره بده میگه زود خرید بعدم نیست. چند بار کال روشن اسموت دادم ولی دوم نداشتیم، هر دفعه دوم یوز میشد. آه اینجا تیپی میکنی میای نمیشه. اوکی نایس، وسط رو به جاش پاهم میکنی. کلینکس رو پایین میبینی، دیکی رو اینجا میبینی، اگرسی کار میکنی. نایس. دقیقا عالی. تا اینجاش که همه چی خیلی بود. سنیاشت هم اومد. مانکی هم دوست دارم. مانکی سنیاشا که اینم کشتیم. فورس کردیم روشن و باختیم این فایتو. آمد تو لاینمون خیلی از 10 دقیقه قبلش داشته این میگفت به این روشن به این روشن. دابل دمیج هم که دید دیگه داشت داد میزد تو مکتب. تصب میکردی کورونات همین دیگه، با میستدین دوم بیاد بعد کورونات هم ریدی بشه بعد به این روشن دیگه. نه دوم داری نه کورونا. دوم چقدر 6 ثانیه اگه بود، باز اگه حتی دوم هم داشتیم میزدیم. میکشین لونا بای بک میکنه، اونقدر بد نبود. لونا بای بک میکنه. نه خیلی فایت بدی نبود. ام کی بی کردی اسکادی ها؟ به نظر من ام کی بی بهتر بود راست شو بخوای. من خودم تذر با MKB بود ولی خب بازم اینجا تیمم تشویق کرد که MKB نگیرم. و من هم آیتم دو که زنم رسید چون دوتا کور رینج دارم در کور سفه موشن دیکیه اسکاتی بهترین آیتم دومی بود که میتونستم بگیرم. ای ای دارین دیگه ای نک رو دمیج میخواین، دمیجتون کمه. خب من به همون کردم. بله من این هم باید موافقم که MKB آیتم بهتری. و اینجا چون من دیدم که نمیتونم جلوی پوششون رو بگیرم کامل تاور رو انداختم.
خب ببین، بعد از اینکه وسط رو پوش میدی، خب اینجا من علاقه به فایت نداشتم چون کرونا نداشتیم. نه کرونا دارین نه دوم دیگه، یعنی هر دفعه نه کرونا دارین نه دوم، یعنی فایت روش هم همینه. آه یه چیزی رو کلا بهت بگم، من یه چیز داشتم، یه کوچ داشتم، طرف اودی بود، میگفتم تو مثل مدیر شرکتی اینا، دیدی اون کوچه رو؟ خب دیدم، میگفتم آقا مثلا مدیر شرکت خب نباید اجازه بده که مثلا چه میدونم منشیش بهش بگه آقا مثلا این پروژه رو بردار یا بر ندار، میدونی؟ یا مثلا استاف یه شرکت نمیتونم فورس کنم مدیر رو، همونجوری که کل دمیج بازی با توه، بازی باید اونجوری باشه که تو میخوای. خب و به جای اینکه تیم تو فالو کنی، چون این یه روحیه ساپورتیه، یعنی ساپورت ها در نهایت بعد مثلا میگم اوراکل اول آخر نمیتونه بره اسپیریت پوش کنه اینجا رو، اوراکل اول آخر بعد واسه پشت این، یا مثلا ونج بعد واسه پشت این با وجود اینکه میدونه اشتباهه، سواب کنه این نمیره خودش بمیره به جای اینکه مثلا اینو سیف بده. این دیگه وقتی مثلا هیرود ونج یا اوراکله باید این کارو بکنی، چه کاری دیگه ای نمیتونی بکنی تو بازی. شاید بالاخره یارو یه روزی بفهمه که این کار اشتباهه و از یه تایمی دیگه اون کارو نکنه بازی ببرید، ولی وید اینجوری نیست. خب وید خیلی راحت میتونه به یاراش بگه آقا مثلا نرین، یا اگرم میگن نه بیا بیا، اینجوری که آقا من نمیام، گود لاک، خب برید بمیرید چهارتاتون، به من ربطی نداره. دقیقا همین، من میخواستم بپرسم که الان من باید همون دقیقا دیگر رو فیلم کردم یا اینکه اصلا من کاری ندارم جرد. تو اصلا فرض کن این فایت درستیه، ولی تو نمیدونی، فایت از نظر تو فایت بدیه، از نظر این چهارتا فایت خوبیه و تو نمیخوای بری تو این فایت. ببین هیچ نکته ای نداره که تو بری تو این فایت فایتو بخورین که بهشون ثابت کنی این فایت بدیه، هیچ دلیلی نداره که این کارو بکنی. یعنی خیلی راحت میتونی بگی آقا هر چهارتاتون برای من مهم نیستید، من نمیام، همینی که هست دوست دارید برید چهارتایی بمیرید. اصلا میتونی همینو بگی بهشون، میتونی آقا من نمیام تو این فایت، گود لاک، اگه میتونی 4 5 بزنید برید. خیلی وقتا اینو میگی نمیرن، فایت نمیکنن، فایتی میری که خودت دوست داری. ببین اصلا نمیتونی جوری از این به بعد اگر بخوای رنکت بیاد بالا به عنوان پوز یک پلیر، نمیتونی جوری بازی کنی که ملت تو رو فورس کنن به هر کاری به عنوان پوز یک بازی. اصلا پوز یک بازی رو نمیشه فورس کرد به چیزی، اگر بشه ضعف منتالی اون پوز یکه، مثل یه پوز یک فکر نمی کنی، مثل چه میدونم من مثلا چونم شهردار مملکت رو مجبور کنم یه کاری کنه به عنوان یه شهروند، چون دوست دارم خیابونمون مثلا صاف شه، بگم تو باید برم بالا سرش بگم باید بیای اول خیابون ما رو صاف کنی، در صدی که خب مثلا 100 تا خیابون مهمتر مثلا ممکنه وجود داشته باشه که دوش چاله است، مثلا ماشین میفته، مثلا ملت میمیرن، یارو بعد بره اول اونجا رو درست کنه. ولی به حرف من هی آره بابا این بنده خود 100 بار مراجعه کرده، نمیشه بذار این، چون زیاد مراجعه کرده هی میگه بذار حرفشو انجام بدیم، اصلا هم چیزی نیست، میدونی این ضعف توه. اگر بذاری که ملت یه کاری کنن که بازی تو عوض شه، حتی من دارم به ساپورترها هم اینو یاد میدم. یعنی مثلا وقتی آقا یه ساپورتری که میدونه یه فایت غلطه، بجز حالا میگم اوراکل و وینجو اینا که وظیفه‌شون اینه که سیو بدن، وقتی میدونی یه فایتی غلطه، نکته ای نداری بری تو اون فایت با اقل اون چهار تای دیگه بمیری. تو الان اصلا میتونی وسط پوش کنی، میتونی پایین پوش کنی، میتونی حداقل نذاری این دامبرکره برسه بهشون. من از اینجا دوست داشتم تو بری پایین، میدونی از کجا؟ از اینجا، از میت، از بله. نه از اینجا نه، از خب اینجا چیکار کردی؟ اینجا که رفتی که رایزی خریدی و اینا، از اینجا که روشو زدن، از اینجا که روشو زدن صدا میاد یا بازم دیسی شدن؟ الان صدا من نداری؟ الو یک دو صدا میاد؟ آره میاد، داری منو؟ بله. خب از اینجایی که روشو زدن و تو دیگه اینجا کاری نداری، کرونا نداری، مانا نداری، دیگه جنگل زدن تا به درد نمیخوره که. از اینجا یا باید بری بالا که خب بالا سمت روش خطرناکه، یا باید بری پایین اگه میخوای به تیمت کمکی بکنی. از همین الان من دوست دارم این حداقل تو راه اینو فارم کنی، بپری اینو فارم کنی، این لاین پوش بدی بری روی این تاور، یا این دامبرکر رو هول بدی عقب. میدونی وقتی تو اینجا باشی دامبرکر نمیتونه ولت کنه که.
بره رو اینا. ولی خب تو چیکار میکنی؟ این کمپر رو میزنی بعد میری تراینگل میزنی بعد میری نمیدونم میزنی این جای منتظری ببینی چه اتفاقی میفته دیگه، چون یه فایتی اتفاق افتاده که دوست نداشتی، الانم بازیت خراب شده. نباید اجازه بدی ملت بازیتو خراب کنن، نباید اجازه بدی ملت عصبانیت کنن. البته اینا نمیشه هیچ وقت نشه ها، بالاخره میشه، ولی خب مثلا تو 10 تا گیم بعد یه دونه بشه و وقتی هم شد دیگه نباید بازی کنی، چون آدم یه چیزی داره، یه تحملی داره دیگه، وقتی تحملش میشکنه مثلا بیزاره یکی عصبیش کنه با یارو درگیر میشه دیگه شکسته دیگه، گیم بعدم عصبیه، گیم بعدش هم عصبیه دیگه، از اونجا نباید بازی کنی. ولی تا زمانی که میتونی انقدر اصلا انقدر حالت خوبه که نمیتونی اجازه بدی کسی عصبانیت کنه، بعد بازی کنی و بعد کار خودتو بکنی، خصوصا به عنوان پوزه یک. این خیلی مهمه. نه الان تو اینجا از همه درد نمیخوری، تو الان باید تا اینجا پایین رو میرفتی پوش میدادی، اینجا که جمع میشن وسط، یعنی اینجا که اینا بالان، تو اصلا قبلش باید پایین رو میرسوندی اینجا قبلش که دام بره که رموت میکنه اینجا. چرا؟ چون نکته ای نداره، تو کرونا نداری اینجا به چه دردی میخوری؟ حالا بیا اینجا فایت کنی، کرونا نداری اصلا، دومتونم دوم نداره. پس با توجه به این نکته ها تو میدونی این که فایت، من لازم نیست به تو بگم که چرا این فایت غلطه، من لازمه به تو این اعتماد به نفس رو بدم که به سادگی میتونی نری تو این فایت و بذاری هر چهارتاشون بمیرن، مهم نیست اصلا، بذاری بالا مگاشه اشکال نداره، این چهارتا بمیرن این بالا مگاشه، حداقل وقتی یارات ریسپان بشن کرونا داری، میتونی تیپی کنی بیای مثلا سر مید باشون فایت کنی بزنی، پنج تاشون بمیرن لونا بای بک نداره، میرین شما هم یه لاین رو مگا میکنین. ولی اینطوری که بری دنبال اینا ضعف توه، نمیتونی بگی آقا اینا منو کشوندن، تو اجازه دادی بهشون که بکشوننت اینجا، نه اجازه بدی نرو، اینو یاد بگیر. یا مثلا اسکادی میگی مثلا یارام گفتم بخر، ببین زمانی تو آیتم ساجست یاراتو میخری که یارو بگه آقا مثلا اسکادی، بعد تو بگی آخ راست میگه حاجی اسکادی عجب آیتم خوبیه میخری مثلا، یادت بده. ولی وقتی یارو شروع پینگ میکنه آی ویل پرچیس آی آف اسکادی آی ویل پرچیس و هی پینگ میکنه اینه، این مثلا یه بودی ها هی شروع میکنه پینگ دادن، اصلا به اون ربطی نداره تو چه آیتمی میخری. یه بار ساجست داد پینگ کرد، دفعه دوم میوتش کن، اصلا به اون ربطی نداره. تو دوست داری با اسکادی بازی کنی با اسکادی بازی کن، دوست داری با مانکی بازی کنی با مانکی بازی کن، تو بهتر میدونی رو هیرو چی خوبه تا اون، به اون چه ربطی داره؟ تو داری این هیرو رو بازی میکنی، شاید اون اگه وید بود مثلا اسکادی میخرید بهتر بازی میکرد، تو با وید با مانکی بهتر بازی میکنی، به اون ربطی نداره، تو کارتو بکن. به هیچ وجه اجازه نده با پوزه یک همچین کاری بکنه، اصلا اجازه نده. الان واقعا اینجا کاری نداری بکنی دیگه، بی کی بیت هم یه دونه دیگه نرفت، نه اینجا حداقل میری وسط میزنی، ولی میدونی یه ذره دیره دیگه، تا الان با پایین و این کارو باش میکردی. الان شما واسه ایجیس لونا بپره، دقیقا همین کار رو انقدر بکن، ایجیس لونا بپره بعد فایت کن، ایجیسش بپره با کشیش بای بگ نداشته باشه دو برا مگا میکنی، هر چقدر هم اونا مگا کرده باشه. نایس، این از دمیج نداری با اسکادی؟ بنظرم اگه مانکی داشتی خود لونا رو میکشتی، ولی خب لونا ایجیس داشت نداشت بکنم ایجیسش، نه ایجیس اکسپایر میشه فکر کنم، آره اکسپایر میشه اینجا، اکسپایر میشه اینجا، بنظرم اگه اگر مانکی داشتی تو تایم کورونات میکشتی لونا رو، لونا رو میزدی به جای اینکه دام برکر بزنی، دام برکر میشه درد میکنه. اینجا کردم هیچو نگرفتم توی کورونات، و شیلد لیچ خیلی اذیت می‌کنه. شیلد لیچ چیزو که اذیت نمی‌کنه که. ما ام کی بی رو که اذیت نمی‌کنه. میل استرومو که اذیت نمی‌کنه. ماجیک دمیج رو کم نمی‌کنه. اصلا اصلا دمیج رو بش تو رو کم نمی‌کنه. یعنی اصلا تمام دمیج تو تایم بلاک، تمام دمیج تو تایم بلاک میل استروم با ام کی بی. اصلا اتکت مهم نیست اونقدر. اصل دمیج تو ماجیکی کیه که میزنی، وگرنه این آرمورش 32 فکر کردی چقدر از اتکت میخوره؟ هیچ.
آرمور این میدونی چقدر فیزیکال رزیست میکنه؟ حالا الان آرمورش کم شده، این الان تقریبا 60 70% 60% بیشتر، این منفیش بره 70% فیزیکال رزیست میکنه. این یعنی همین تو 60% هم قبلش لیز کم کنه دیگه من هیچی نمیده آخ نمیگه اصلا. نه اصلا لیچ نکنه همینجوریش داره 70 تا کم میکنه، اونم بزنه تو 300 تا دمیج هم داشته باشی یارو 30 تا میخوره از دمیج، مهم نیست. ولی تک تک میل استروم و ام کی بی و تایم لاک تو غرغره میکنه با تایم دایلیشن تو، همه اینا رو میخوره. اصل دمیجت اینه، واسه همین میگم اسکادی زیاد نکته ای نداره جلوی لونا. اسکادی بعدا برای اینکه این سیتنیک خرید هیل نشه و فلان و اینا بعدیش نیست، ولی الان نه. برای دیکی هم که ای داری، اصلا ای دارین میدونی، یعنی زیاد اینجوری هم که فول دمیج تیم من همین رو میگفت، میگفتن که ای داریم با نکرو و دوم دمیج نمیخوایم، تانک کن فقط. اصلا برعکس دیگه، ای دارین و نکرو و دوم دمیج میخواین، اینا که دمیج نمیدن، اینا ریجن رو کم میکنن، نکتهش همینه. حالا تیمت اشتباه میگه یه درست، این تجربه است، این تجربه است، اشکال نداره میدونی، این شوکه. ولی مشکل اینجاست که زمانی این بده که تو میدونی تیمت داره اشتباه میگه ولی بازم کار اونا رو میکنی. این مثل این روحیه ساپورت، این روحیه پوزیک نیست. بعدش از اینجا دیگه باختیم دیگه، چون لونا احتمالا سیتنیکش هم میخره و سیتنیک بخره ولی خب خیلی سخت میشه واسه اون. می بازم باترفلای به درد نمیخوره بخاطر اینکه دمیج نداره، یه مونشارد از باترفلای بیشتر به درد میخوره. یعنی جدی میخریدی ام کی بی مونشارد میولنیر پارشون میکردی قشنگ، هر کیو میگرفتی تو کرونا میکشتی، دی کی باشه لیچ باشه هر کی، با شیلد لیچ بی شیلد لیچ پارشون میکردی، یه دونه ام کی بی مونشار تو تایم بی کی بی هر کیو دوست داشتی حذف می‌کردی، چون ضعیفن جلو ماجیک دمیج رو، ضعیفن چیزی ندارن، هیچی ندارن. خب اینو من دیگه نبینم دیگه یا ببینم حدش دیو دو برمگا این جمع نمیشه، اینو میونیر میکن که خوبه. بعد یارات وسط رو بدون تو میرن، نکرو تو میمیره، بعد لونا خب بای بک میکنه، به هر حال بای بک میکرد و برمیگشتیم. یه ذره این سخته، حالا الان اگر لونا رو بکشی چه بازی رو ببری، اگه نه ببین الان مشکل اینجاست که تو اینو کرونا کنی نمیتونی بکشی، کل مشکل اینجاست. اگه اون آیتم هایی که میگم نمیتونی بکشی، ولی اگه قبل بی کی بیش باشه من اینجا فقط منتظر نه همش میخوره بی کی بی، فقط این نمیخوره، همه چیت به بی کی بی میخوره. نه نه فقط میخوام که کرونو کنم و بعد از اینکه آخر کرونو که میخواد تموم شه نکرو شیش کنه روش. بابا من دارم اینو بهت میگم، تو اینو بکن ام کی بی، اینو بکن میولنیر، همین دوتا رو شیشه ایو بنداز روی این، امکان نداره تو تایم کرونو نمیره، تمومه میمیره. یه تست باید بکنم اینو دمو، بیا الان تست میکنم برات چی داره. سیتنیک منتا آخم داره، نمیدونم جلو ایدی سش اونو کرون هدف کرون نه کلا دارم اون که ولش کن، الان دارم بهت یه دید جدیدی از دمیج تو بازی بهت میدم، دارم بهت میگم اگه اینجوری که من میگم آیتم داشتی این اسکادیو نمیخوای، خب به جاش چی میخوای؟ اینو میالنیر کن، اینو ام کی بی کن، حالا مثلا چه میدونم یه دونم هایپر استون بگی دستت، اصلا مون شارد هم نمیخوای، یه شیشه روی این بیفته از کرون در نمیاد، میگی نه الان برات تست میکنم. سیتنیک داره، منتا داره، اسکادی داره، دراگون لنس داره، پاور ترت. خیلی خب بیا یاد نره اینا رو، یاد نره تو چی داری؟ اینا رو داری؟ اوکی این اتفاقا خوبه، اینا رو اتفاقا خودت هم میتونی برای این که بفهمی چه آیتمی بهتره. من ها؟ با شیلد دلیت فکر نمی کنم بتونم بکشم. حالا تست میکنیم دیگه، بیا شاید من اشتباه بگم، من نمیدونم، شاید من اشتباه بگم، بیا تستش کنیم. اصلا برای منم خوبه، منم یه چیزی یاد میگیرم. شیدر و لونا انمی لیول باکس 25 و 26 بود، چند بود؟ تو 26 بودی، من 26 بودم، بعد اون 25. آره تو رو میکنم 27. خب
چی گرفته بودی تا چیز تالنت چی گرفته بودی بذار نگاه کنی. تالنت اس پی گرفته بودم. اچ پی تالنت استرنگ گرفته بودی، هلت گرفته بودی، اتک سپید گرفته بودی و بک ترک، بعدم هفت تا اجیلیتی رو داشتی. اینا رو داشتی، هفت تا اجیلیتی، استرنگ، هلت، اتک سپید، بک ترک، اینا رو داشتی. خب این چیزیه که تو داشتی. یه دونه ای ای داشتی که تالنت اسپلمپ گرفته، لول 19. حالا ما نمیخوام کمش میکنیم، آیتمی هم نداره که اسپلمپش کنه. اوکی لول 18 هم نمی کنم مثلا، همین لول. شونزده بس. اسپلمپ دو تا از اینا. خب تو چی داشتی؟ پاور ترد داشتی، سنگشه داشتی. من دارم بهت میگم به جای اون آیتم بیل بعدش چی خریدی؟ بعد سنگشه بی کی بی من چی داشتم؟ آره باترفلای داشتم. باترفلای که گفتم نخر، گفتم بخر ام کی بی. بعد گفتم بخر ام کی بی و میلستر، گفتم بخر ام کی بی و میولنیر. اسکالیت هم گفتم بخوا مونشارد که نمیخواد. مثلا مونشاردم فکر کنم با همین میزنی، اصلا مونشاردم نمیخوای، هم با همین میزنی اصلا. خب یه لیچ هم بندازین رو نمیخواد دیگه، چون من اینا رو نمیزنم. باشه شیل لیچ هم میزنم، با لیچ هم امتحان میکنیم. لیچ انمی رو اون هم میگیرم، این شیل لول 4 روش بگیریم. یه تست کنیم چیز جالبی میشه. خب لونا چیا داشت؟ این فرقی میکنه، احتمالا اینو میگیرن، اینو میگیرن. لوسن بین دمیج گرفته بود، بکنم لوسن بین دمیج گرفته بود. اتک سپید، لوسن بین دمیج، بعد همینا رو. لوسن بین دمیج گرفته بود، اینم که هیچ، یه سال لیول 25، 24 بود یارو، 25 نبود. خب آقا این لونا سیتنیک، دراغون لنس، پاور ترد دیگه، چی؟ اسکادی، اسکادی چیا داشت؟ آیتم های دیگه شیاد همین رو داشت. منتا، منتا یه منتا داشت با یه ایجیس. خب بیا الان من اون ست آیتمی که این ست آیتمی که من میگم، این ست آیتمی که تو خریدی، اسکادی، باترفلای، دیگه چی خریده بودی؟ دزول آخر آخر نه اون که نه، دسکادی باترفلای گرفته بودی دیگه. آره میولی مالسترو میخواهی داشتم. آره میل خواهی داشتی، این مال توه. ببین همین جوری بیا حساب کنیم بدون هیچی چقدر میزنه این، این با آیتم های توه. حالا این ستا رو به اندازی بدون هیچی بذار امتحان کنیم دیگه، شاید من اشتباه میگم. خب بریم یک دو سه میمیره اون که مرد اصلا، اون برگیش اون که مرد هیچی کاری نه. خب این میشه آیتم های تو. حالا بیا این آیتم هایی که من میگم و با شیلد لیچ امتحان کنیم. مثلا شیشه ای ای رو تازه دارم حذف میکنم و به این شیشه ای ای روش بود که تا دیروز مرده بود اصلا، اینو که ولش کن. حالا بیا این آیتم های چیز، این یه نه هارت به این بدیم نمیره اون پش. خب این الان شیلد لیچ، این آیتم های تو با شیلد لیچ انقدر. حالا این آیتم های من با شیلد لیچ. دی سی شدی داری منو؟
الو I'm just saying. بس صبر کنیم بیاد. تازه من هنوز اینو نذاشتم ها، یعنی آیس وورتکس بیاد روی یارو جوری پاره میشه چت که پشماتون میریزه. یعنی من آیس وورتکس رو حساب نکردم، یعنی اصلا شما یه ریسپکت عجیبی باید برای ماجیک دمیج تو دوتا قائل بشید که قائل نیستی. و اگر این ماجیک دمیج رو شما متوجه بشید که چقدر قویه تو دوتا، زمین تا آسمون داستان فرق میکنه. چقدر شما منتظر بودید من هی برم تو دمو هیرو این چیزها رو براتون تست کنم یادتونه؟ نوترال آیتم حالا نمیخواد با ما داریم راجع به آیتم های این بحث میکنیم دیگه. میخوایم بگم این ستا آیتم بیشتر دمیج میده یا اون ستا آیتم بیشتر دمیج میده، چرا و به کی این ستا آیتم بیشتر دمیج میده، به کی اون ستا آیتم بیشتر دمیج میده. نوترال آیتم چی بود اصلا؟ نوترال آیتمش پالادین سورده، 20 تا دمیج این داشت، این چی داشت، اینم ایلوژن اسکیپ داشت، 4 تا اجیلتی 4 تا استنج، فرق نمیکنه همونه. این تازه تایم لاک دمیج نگرفته، این 300 تا هلت گرفته چت، یعنی تایم لاک دمیج نگرفته. ماجیک تازه 300 تا ماره، تایم لاک دمیج کمه. اومدش؟ خب امیر حسین اومدی؟ خب دیدی دمیج خودتو، یه بار دیگه بریم یه بار دیگه میشه ببین این دمیجه که تو با چیز میدی، با شیلد لیچ میدی. اوکی حالا حالا این دمیجیه که من با شیلد لیچ میدم. هنوز ایه یا دو شیلد، همین دوی ایه نمیدونی چقدر دمیج تو باف میکنه. بذار اینو برات حساب کنم. نگاه کن. آره حالا نگاه کن، این دمیجیه که من با این آیتم رو شیلد لیچ میدم. چقدر شد؟ قدم فرقی نکرد، تقریبا همون. ای دایی این پنج میشه. چجوری حساب کردی اینو؟ یه بار دیگه بذار دمیجی که من دارم میدم و دمیج خود مقایسه کن. جدا زیاد فرقی نکرد نسبت به یه بار دیگه ببین نگاه کن. چند اچ پیش 2700 300 تا 300 تا جونش بیشتر شد. 2700 خب حالا بذار ببینیم بدونه چی شد. تقریبا 2300 بود الان 2650. 2700 شد دیگه ببینیم. 1900 چجوری این فرقی نمیکنه؟ 800 تا 900 تا بیشتر این آیتم بیلی که من دارم میگم. تو چقدر دمیج داشته؟ خب سب کن الان اختلاف دمیج رو داری میبینی یا نه؟ آه من چرا آه نمه ببخشی اینو من چرا اسکادی گذاشتم، اینو من باید هایپر استون بزنم. اوکی یه بار دیگه الان با هایپر استون 1000 کمتر با اسکادی بیشتر دمیج 2000 تا 700 تا دمیج تقریبا مثلا بیشتر. آره مثلا با اسکا من اون اسکادی گذاشتم بیشتر شد 600 700 آره 600 700 تا دمیج بیشتر میدی. حالا با 6 ای و 2 ای فرقش رو ببین. این فرق آیتمایی که میذاری با 6 و 2 ای نگاه کن چی میشه. نه یه بار دیگه این آیتم های توه با شیشه ای همون 1700 1200 شد تقریبا نصف شد دیگه. اینجا چشمی نگاه کن فکر کنم با اینا بکشی، فکر کنم یا مثلا این مون شارد بشه بکشی. ببینم اشتباه میکنم نه یه اینجاست مثلا میکنمتش اینقدر نه اون قدی که فکر میکردم نه مثلا 20% دمیج دانت بیشتر میشه 20% 20% دمیج دانت بیشتر میشه. من واقعا باترفلای که گرفتم ولی خوبه ها، ولی حالا مثلا با مون شارد دیگه فکر کنم خیلی بکنی مثلا دیگه خیلی بیشتر بشه. بذار یه بار دیگه هم تست کنم باترفلای بدم. اها فایت قبلی که شد و من باترفلای نداشتم قبلش اسکیلت های کلینگز تقریبا هممونو کشتم. آها
نه فقط داریم راجع به دمیج صحبت میکنیم. الان داریم راجع به دمیج صحبت میکنیم. یه فرق خوبی داره، یه فرق خوبی داره این داستان. چه دارم میگم؟ این دمیج خود فیزیکال کم میکنه، ماجیکال کم نمیکنه. الان چشمی تقریبا ماجیکال دمیج بیشتر دمیج میده از فیزیکال که اینجوری بستی و فقط میخوام ببینی. ولی آره برای کشتنش کافی نبود. من فکر میکردم الان تو البته میگم تو بازی خب ای شارت داشت و دوتا لول میومد و اینا میکشتی، ولی میخوام ببینم که ببینی که این چقدر دمیج دانش بیشتره. این ستا اینقدر بیشتره، 20% تقریبا بیشتره. خب 20% اگر دمیج بقیه هم ادشه خیلیه دیگه، یارو با HP 20% زنده بمونه تا اینکه با 6 ای تو برسونی به اون ترشهولد تمومه دیگه. تو فقط کافیه HP شو برسونی به 10%، بعدش میمیره. یعنی تو چه میدونم مثلا تو یارو اگه همینو ای ای کمک کنه، مثلا دوتا از اینا هم بزنه چه میدونم، آره مثلا مثلا ای ای یه دونه خودش یک بزنه، یه دونه شیش بزنه، یا مثلا شیش لیول سه باشه میکشین. یعنی اینجوری بهت بگم شیشش لیول سه باشه میکشین. حالا من ای ای رو لیول دو حساب کرده بودم، ولی خب مثلا با اینا نمیکشین. مثلا با این آیتم ممکنه نمیره یارو، دمیج یه ذره کم بیاری یارو میرسه به سیتنیک فلان میکنه، بیسار میکنه. این یه تجربه گفتم تو دمیج دان برات بشه دیگه. حالا باز دوباره اینا رو بزنیم. اینجا ای یک کنه، شیش کنه، اتک بده، دوباره یه دونه دیگه بزنه. میبینی بعد بازش باز دوباره کلی بزنه، بازم میمیره ها، بازم میمیره. ولی خب مهم اینه که تو چیز دیگه چی میگم بهش، دمیج دان خودتو بدونی فرقش چیه با این اون. یا یه موقع هست اصلا نکرو به قول تو 6 میزن اصلا تو نصفش هم کنی میمیره. اون موقع چه موقعی که دیگه نیازی نیست به این که تو اینا رو بخری، چون مثلا دمیج نکرو داری، چون مثلا دمیج بیشتری داری. این برای زمانی که تو میخوای خودت دمیج بدی به کسایی که آرمورشون بالاست، به وقتی جلو لیچ داری بازی میکنی. تازه البته جلو لیچ یک کار خوب هم میتونی بکنی، میتونی به جای این نالیفایر بخری. بله. چون احتمالاً جلو تا یاندیسک هم میخرن، میتونی به جای این نالیفایر بخری. هم اینو ریموو میکنم. من نالیفایر میخرم همیشه. توی پی ای. چون معمولاً گوست و یاندیسک آیتم یکشونه. جوری فانتوم اساسین. من نفهمیدم توی گیم گفتی میخری؟ وقتی فانتوم اساسین پیک میکنم معمولاً نالیفایر رو آیتم دو میزنم. نه بعدن آخر بازی ببین، چون آخر بازی تو این سطح از دمیج چیز خیلیه دیگه، 60% دمیج ریداکشن خیلیه. تو اصلا تو این سطح از دمیج یار تو یه نالیفایر بزنی ببین چی میشه، چقدر ایزی میکشیش. اصلا تو کرونا میمیر، نیازی به این آیتما نیست. من دارم فقط راجع به دمیج دان با تو صحبت میکنم. اما الان مثلا من و تو خودمون با هم دیگه تجربه کردیم، دیدیم نه شیشه مثلا فراست شیلد خیلی 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 مثلا داره اینجا کم میکنه. مثلا فراست شیلد باشه ماجیک 20% دمیج رو کم میکنه. دفعه بعدی میتونی تجربه کنی اصلا این دوتا رو هم بذاری پایین، همون اسکادی باترفلایت رو بخری به جاش نالیفایر بخری مثلا. مثلا بدون این مثلا یه دونه شیشه ای بیاد تا اینا دیسپل کنی، مثلا شاید با همینم هم بکشی. اینجا ممکنه لونا هم انتا کنه فرار کنه مثلا، همینو دیدی دمیج کم آوردی، مثلا همینو این دوتا رو بندازی یه مونشار یه میولنی مثلا خودش میزنه. به هر حال این دیگه خواستم چشمی دمیجی بر یه تجربه برات باشه دیگه، فرق ماجیک دمیج و فیزیک دمیج. اونم چرا؟ چون لونا آرمورش 33 بله. تی بی لونا نمیدونم اینایی که اجیلتون بالاست اینا جلوشون آیتمای ماجیک دمیج خیلی بیشتر ترسی داره، خصوصا اگه باترفلای بخرن که دیگه اصلا MKB. ولی خب این باترفلای نداره. خب بریم راجع به اون یکی ریپلیت. بله. حالا که خودت این آیتما رو تجربه کردی، هر موقع خودت تشخیص دادی که اسکادی خوبه یا باترفلای خوبه دیگه خودت بخر، نذار آیتما رو بقیه بهت بگن. میدونی؟ بله. یا اگر احساس کردی آیتمات بده، بعد از گیم برو همینجوری دمایی رو تست کن. بگو آقا مثلا الان به این نتیجه رسیدیم که آقا مثلا یه نالیفایر می‌خریدی شاید حتی بهترم بود مثلا برای اینکه اینو دیسپل کنی، فراست شیلد رو دیسپل کنی. بله.
نه دیگه اینم راست میگی، اینم اول آخر باید با لونا باترفلایش رو میخرید، داره میره اصلا باترفلایش. ریپلی دومیت کجا بود؟ اولین آیدی بود که فرستاد. آره آره دارم نگاه میکنم. آره اینش خوب شد واسه منم تجربه شد، منم یه سری چیز می زیاد گرفتم تو دموی رو. بعدی نیست آدم باید بدونه با کری دمیج ران رو جان. این گیم فانتوم اساسین هم برد. آره آره این مثال وقتیه که توی لین واقعا بد میارم، یعنی ساپورتم یه حرکتی میزنه که اصلا انتظار ندارم، یعنی مثلا کلیپا زیر تاور بودن و دوباره پول کرد نتیجه چیم توش که خیلی راحت دایف دادن زیر تاور منو کشتن. این که الان خوب آیتمه مینه 15 فیوری پاور تر بلاک خوبه که خیلی باید بهتر میشد. بریم ببینیم چی میشه، بریم ببینیم چیکار میتونستی بکنی که ساپت خراب میکنن. نه ببینم کاری میتونستی بکنی بهت میگم. الان MKB ماجیک دمیج میزنه. آره MKB رادیانس شیوا و میولنیر و گلیپنیر اینا ماجیک دمیج آیتم هایی که ماجیک میزنن. دگون و اینا رو کار ندارم، اینا که گفتم آیتم هایی که اتکر را باش ماجیک میزنن. خب پی ای استارتینگ آیتمت که اوکیه، دوست دارم، مشکلی نداره که یارو هوب کرد اونو. این گیم رو حس میکنم من پی ای و آنداینگ لین رو باید بزنن زوره میرانا و پات. این اصلا ساپت کلن اوته، کلن خرابه یا اصلا داره اشتباه میزنه. ولی خب بعد از اینکه دو بار پشت سرم پول میکنه و زیر تاور منو میکشن، من کنترلم از دست میدم که کلن لین نمیام فکر کنم بعدش. نه این پلیر خوبی نیست اصلا، یعنی لینش خوبی نیست، لینینگش اصلا خوب نیست یا افتضاح داره بازی. اینجا که خودت اشتباه کردی. کوریر چی توشه؟ آها فرستادش به رینگ آف هلت بگیره. بعد وارد داشتن دیدن فکر کنم، وارد داشتن مطمئن نیستم. نه این کارو نکن، کوریرتو نفرست اونجا رینگ آف هلت بگیره. اگرم میخوای بفرستی بفرست اینجا رینگ آف هلت بگیره، ولی من اصلا کلن اینجوری هم که این کارو نکن، برای خودت ریجن بیار، یه سلویه تانگو بیار، بعد مثلا بعدن که چهار شدی بلور کن، حالا یه ذره لاین رو پوش بده، بعد بلور کن مثلا خودت برو اینجا چیزتو بخر، رینگ آف هلتتو خودت بخر، یکی دوتا یونیت از دست میدی اشکال نداره، پوش کن قشنگ لاین پوش کن، بعد الان اون میره پول تو مثلا برور کن بری بخری بهتره تا اینکه با کوریر بیاری. اگرم میخوای با کوریر بیاری، کوریر بیاری اینجا بعد از اینجا بیار، ولی خیلی طول میکشه، خودت بخری بیشتر سنگین تری راستشو بخوای، بهتره خیلی سریع تر میاد دست تا اینکه خودت بخری، به جاش دوتا یونیت از دست میدی دیگه اشکال نداره. خب
ببین دقیقا الان مثلا بهترین موقع بود برای اینکه تو بری ول کنی، نری این کلیپا رو بزنی ول کنی بری بخری بیه. الان بهترین موقع بود. ببین اون چیزی که تو ذهن منه امیر حسین، من اصلا پولم رو دقیقا میخریدم دقیقا ترد اورب آف کوروژن، بعد مثلا با آنداینگ اینا رو پاره میکردی. ولی خب من اگر دو دقیقه اول بازی من اگر آنداینگ رو اینجوری دیدم آفرین، من دو دقیقه اول بازی این آنداینگ رو ببینم نظرم عوض میشه، میگم خب احتمالا میرم راش فیوری. ولی تو دوتا اشتباه کردی، یکی اینکه خب اینجا خودت مردی که حالا اون چی اون چی مشکل خودت، آره مثلا یعنی در ربطی با آنلاین نداره. اشتباه خیلی بعدی که دومی اینه که آره کوریر رو و رینگ فیلتر رو از اینجا گرفتیم، میتونستی خیلی زودتر بخری. یا اینکه من میگم مثلا این کارو نکن، به جای اینکه رینگ فیلت بخری مثلا تانگوی سلوی چیزی بیار با همین ترت خودت لین کن، خودت زور بگو، یا بیا مثلا فشار سعی کن نخورین. حالا شما بعد لینو پاره کنید به نظر من، ولی خب یارو خیلی بده واقعا لینگش، واقعا افتضاح. ولی دیگه تو وقتی این اشتباه رو میکنی نوره الان نور میشه دیگه، بدتر میشه یه جوره ای. لاینی که باید بخورین و بزنین و نه تنها نمیزنین بلکه میخورین، من تو بهترین حالت این لاین باید مساوی باشه. بزر تا هنوز هم این نتورکی تقریبا مساوی پاجی. خوب حداقل اومد یه توم کاشت، آرکین هم بهت داد دمش گرم، باز همین کلی جلو تیم داخت، این کار نمی کرد بیچاره بود. چی خرید پاج فیسبوک داره؟ ونگارد؟ که این آیتم ونگارد بیشتر از این نرف میکنم واقعا خیلی چرت و پرته. یه دگر زدی خوش تکون. من اینجا اشتباه میمتونه همین الان دیگه باید از لین میرفتم، نباید تا الان تو بینیم. این لاین پوشه خب، و اصلا فرض کنید هم اینجوری نمی کشتت. تو خیلی هیرو رو نمی، سه تا هیرو تو مپ معلومن، دو تا معلوم نیستن، لاین هم پوشه، دلیلی نداره اینجا فارم کنی. الان به این دلیلی که میگم میتونی جنگل باشی، میتونی اینو بزنی، میتونی اینو بزنی، پاور ترید هم داری قوی، جنگل خوب میزنی. اصلا حالا اینکه سولوت کرد، ولی فرض کن اصلا من حرفم اینه، اصلا از کجا معلوم این سولو باشه؟ شاید یکی پشتش باشه. چرا میری ویرانا کو الان نمیبینیش که، میبینی نه تو فاگ میتونه یه شیش کنه بخوره، و تو به عنوان کری پلیر یه ویندوی خیلی کوچیک مینه 5 تا 10 و اگر حواست باشه به مپ دیگه بعدش اونقدر لازم نیست حواست باشه به مپ. کل خطرناک ترین زمان برای کری پلیر میره 5 تا 10 دیگه، قبول داری؟ بعدش که دیگه یا جنگل یا فیوری تو اومده یا تو لاید یا روز حداقل. کل نکته ای که تو باید حواست به مینی مپ باشه و خیلی سعی کنی پیش بینی کنی که چه بلایی قرار سرت بیاد مینه 5 تا 10، الان مینه 9. این کارو مینه 9 نکن. اصلا نیست، سه تا یونیته ولش کن، اینو با دگر بزن بعدم برو. میبینی به ونگارد داره دیگه یارو، چکارش پای بکنی؟ یه بار دیگه نیام تو دیم این بد شد، بدترم چیه؟ خیلی بد نیست وضعتا، میبینی الان وضعت معمولیه، ولی اینجوری هم که خب چرا معمولی باشه، میتونه خیلی بهتر باشه، میتونه واقعا وضعت خیلی بهتر باشه به نسبت کری اونور. اینی مساوین. و یه چیزی هم بهت بگم، برای اینکه گفتی اعصابم خورد میشه و اینا، الان فکر میکنی خیلی عقبی درسته؟ تو بازی که ریپلیو میبینی میبینی نه بابا خبری نیست، کری اونورم همینه، معمولا اینجوریه. یعنی معمولا مثلا کری اونا جلوی اودی داره بازی میکنه که اودی بیشتر لینشتو میزنه، خوبی؟ و از اون ور منم ساپورتم آنداینگی که بازم آنداینگ لینشو میزنه وقتی لینو میبازم. خب ببین تو پاپ اون چیزی که من تو فکر میکنیم اتفاق نمیفته، پلاس تو اینجا یه اشتباه خیلی وحشتناکی کردی، اینو نباید لول 4 کنی این دگر رو، اینو 3 نگه دار 2 پر کن. ببین بله بله. میدونی که چرا یا نمیدونی؟
اتک اسپید و کولدان همه چی کلا فارم خیلی سریعتر میکنه، به خاطر اینکه این کولدانش همون 6 ثانیه میمونه بله. ولی این کولدانش کم میشه و همه چیش هم به قول تو زیاد میشه. این دیگه به تو، این که برای فارم تو مهم نیست، این برای فارم تو مهمه دیگه، این برای لینینگ و لستید زدن تو مهمه که کولدانش همون 6ه. این اگه کولدانش بود مثلا 11 8 5 6 اوکی بودم پرش کنی، ولی الان بعد اینو 3 تا لول نگهداری فانتوم استرایک پر کنی. الان کاری که تا الان اشتباه کردی، حالا ددت که مهم نیست پیش میاد، رینگ آف هلتت که هیچ وقت این کارو دیگه نکن، گفتم پوش بده خودت برو بخر، یا همون پاور تایرت بخر با سلو و تانگو کلا رینگ آف هلت نخر، یا اینکه بعدم اون ویندو مینه 5 تا 10 که گفتم بابا خب نکن دیگه این کارو، شاید اصلا دوتا بودن کشتن، این خیلی بده، این قشنگ، این قشنگ دیواین موو، این کاری که اینجا میکنی همین یه کارو نکنی میتونی جامپ کنی ایمورتال، قشنگ دیواین یعنی همین، چش بسته بازی میکنن دیگه دیواین پلیر اکثرا. اوکی شد دیگه، اینجا دابل کیل گرفتی اصلا اوکی شد لاین، اینی وقتی برو تو لاینت که میدونی این لاین به سودته دیگه، عالی از اینجا شعالی، این بالا هم وارد تجربه است دیگه، تجربه کن دیگه، میدونی دیگه نکته ای ندارم نباید میرفت، چرا؟ چون اینقدر میخوای تا فیوری با این که تو این همه انتخاب اشتباه کردیم اینو 15 فیوری چیز آوردی، فیوری پاور تایر آوردی، یعنی وضعت خوبه با این. آفرین چشه تو ببن رو من فام کن فیوری تو بیار. آه نایس، از اینجا اگر میخوای اگرسیو بازی کنی بعدم نمیاد که نزدیک تیمت فارم کنی یا با تیپی جوین فایتا بدی، ولی تا الان نباید این کارا رو میکردی، از اینجا که فیوری داری دیگه با خیال راحت مثلا اگه وسط فرسوس کنی فایتش خوبه میتونی بری اگه فکر میکنی خوبه، وگرنه همین کاری که داری میکنی به نظر من همه چی درست داره. آکیلا هم که بهت داد عالی، نایس، یپ 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 یپ، این فایت خوبی به نظر میاد. چرا نالی فایر میخری؟ چون که آپشن یکی که اونا میارن معمولا جور لینا خیلی بازی کردن و لینا هم مستر پلیر لیناه معمولا جلوی بیه همون اول گستو میگیرن، حالا که نگرفتون و فکر کنم دیزم داشتش گستو میلان ها مطمئن نیستم، نه نداره، حالا نمیدونم برای شو عوض کنی، نه نویل فایر رو میگیرم کامل، بیکری نمی کنی؟ نمی کنی چی شد؟ بیگیم کدام شارد هم گرفتی؟ شارد واسه چی گرفتی؟ شارد واسه لینا گرفتم که بعدی بشه بخوابونم. نمیارزه ها، نمیارزه 1400 تا برای پسیو لینا نمیارزه، یه در واقع دو تا دلیل داشتم، یکی
پسیف لونا و یکی پسیف لینا. چون پسیف لونا اینطوریه که من خودم تازه فهمیدم که بانس های گلیوش میس نمیدن به کلا میس نمیدن، یعنی بانس های گلیو لونا. من سر این گیم باختم، همش 3 ثانیه است. بعدم نه به نظر من این نمیارزه، به نظر من شارت به هیچ وجه آخرین چیزی که تو میخوای شارت فقط و فقط و فقط جلو اسپکتر میخرن انقدر زود، تازه اگر بخرن یه دونه اسپکتر یه دونه حالا مثلا شاید بیستل بک جلو اینا دیدم شارت میخرن. شارتش نخرم یعنی اصلا به نظرم نخر، نه به نظرم دمیج میخوای جلو بیستل و مثلا تهش میگم اسپکتر، وگرنه نه نمیارزه اصلا شارت بخری نمیارزه. واه بعد یه چیزی هم بهت میگم، مثلا این کلن 3 ثانیه بریک میکنه، تو 3 ثانیه الان مشکلت مثلا 3 ثانیه لونار برسینگ بره یا مونگلف بره تو میکشی لونا رو. اگه رسیدی به اون نکته کمتر از 3 ثانیه با گیلی به لونا مردم، یعنی چون دقیقا همین هفته قبلم من نمیدونستم که میس نمیدن، یعنی بعد دقیقا اینجوری بود که 4 تا اتک به مارس اون داد 6 بار رو من بانس کرد من مردم. خب اگه این گیم فکر میکنی این بلا سرت میاد ولی من احساس میکنم این گیم باید بزنی، میدونی باید بزنی و خیلی بیشتر از این حرفا میتونی دمیج بدی. کلا دزول مثلا رو پی ای زیادی خوبه، یه اینکه از هیروهایی که دزول روش صرفا خوبه و خیلی کم پیش میاد مثلا دزول اسکیپ شه، دزول هم اسکیپ شه مثلا بش میرن ابیسال میخرن برای اینکه بتونن یارو رو نگه دارن بزنن. ندیدم آیتم سه زیاد نالیفایر و زمانی مثلا به ذهنم نالیفایر آیتم سه خوبه که دیگه آلردی الان همه گست و ایول و فورس و گلیمر و اینا تا دلت بخواد دارن. یه دونه ایول ایول مثلا اینکه هیچی، اینم هیچی، اینم درمان هیچی میشه فورس زیاد برای تو مهم نیست. بعدگیم که صحبت میکردیم دقیقا لینا فقط به خاطر اینکه هلم منو دید ایان دیسکشو نزد، خودش میگفتش به من. خب بعدل که دیگه، خب بعد دیگه تو باید ببینی مثلا یارو چیزی به ایاندیس بخره بعد نالیفایر بده، میگه نالیفایر معمولا جوابه به یه چیزی، مثل اینمونه که یارو باترفلای نرفته تو ام کی بی بخری برای اینکه میس ندی، بعد خب یارو باترفلای نمیره دیگه اسکادی میره مثلا، بعد دیگه بعد تو ببینی که یارو یه چیزی رو میخره بعد کانترش کنی. ایاندیس خیلی خوبه اگه لینا ایاندیس داره عالیه اینو بخره، ولی وقتی اون نخریده خب یارو میره یه چیزی. ولی من حس میکنم که اگه اینا پیاندیس برسه خیلی بیشتر طول میشه تا بعد نولیفایر برسن. بس سیو نگهداری دیگه. بس سیو. چند فایت کاملا قرار از دینا بخورم. بس دیگه داره میگم بس سیو نگهداری گلد تو تا یه حدی، نه میگم مثلا در حد گلد بای بک. در حد گلد بای بک تو میتونی چیز کنی. خیلی گیم های کمیه که نالیفایر زود لازم داشته باشی، همون آیتم دو سه اینا لازم داشته باشی. یه از اینجا شوکه گیم به نظرم، حالا بذار تو دیگاه کنم. اصلا هیچ دمیجی بهش نمیدی به نظرم سر اینه، این اصلا نکته ای نداره و شاردت و شاردت شاردت اصلا کاری نمی کنه جا به لونا. شاید هم من اشتباه می کنم، اگه با این بیل راحتی خب بخر به من صرفا هیچ تأثیری توی شاردت نمی بینم میگه واقعا تأثیری توی شاردت نمی بینم من فقط تأثیرش رو پاس میدم در حقیقت بعدش تأثیرش رو ندیدم. اینو
آخه پاجمش پیش هم نمیشه، بعد تازه حتی لینا هم پسیوش نمیفته، یعنی لینا هم اگر این همش 3 ثانیه بریک میکنه که شارژ لینا رو نمیپرونه، لینا هنوز اتک اسپید فلانش رو داره اگه شارژ بزنه. نمیشه. خب فقط اضافه نمیشه که خب 3 ثانیه است دیگه، 3 ثانیه چیزی نیست، خودش دیوریشنش 12 ثانیه است، 3 ثانیه صرفا شارژ اضافه نمیشه به شارژش، یعنی اصلا علنا که برای لینا معنی نداره، حداقل شارژ برای لونا که لونا هم نباید واقعا برات مهم باشه. رو پاج بعدش نیست، 16 درصد مکسش پیش رو میزنه، ولی بعد بری به یه سمتی که هر اتکت 16 درصد اچ پی رو به پرونه اینقدر دمیج داشته باشی، رو بعد بری سمت این چیز. سیتنی که بعدم نمیاد، دیوربل تر میشی. اونجا بقیه یارات هم کلی دارن میزنن، یا اینا هم آیتم آوردن، اینا هم بد بازی نکردن زیاد، همین اودیه کلی داره میزنن. آره این قشنگ با تیم بردیم، ولی خب بذار این چیزی هم که بهت میگم و مطمئن بشم، چون تا اونجایی که من میدونم من مطمئن بشم نه تارگت توی بریک چی شده؟ شارژ نمیگیره توی بریک و من دقیقا برنامه بود که صرفا شارژ نمیگیره، یعنی این بزنه میمونه اون 12 ثانیه‌اش میمونه. آره میخوام مطمئنشم که یه موقع شرط و پرت بهت نگفته باشم، این فقط شارژ نمیشه، فقط مثلا این 3 ثانیه تموم شه دوباره یه دونه دیگه میزنه شارژ میشه، وگرنه اون چیزه نمیپره. ببین به نظر من توی این گیم، توی ارلی گیم راجب رینگ آف هلتت که بهت گفتم، راجب اینکه چه جوری آیتم بخریم بعد نخریدی، به نظر من با توجه به ساپای آنداینگت خیلی خوب خریدی. من مثلا کوروژن می‌خریدم، اگه یه ذره یارو آنداینگ خوب پلیر خوبی بود اورب اف کوروژن می‌خریدم پاره می‌کردم، ولی خب خوب نبود یارو، این چه زود رفتی فیوری و اینا بد نبود، فقط میره 5 تا 10 حواستو بیشتر جمع کن که کلا چی می‌کشد تو بازی. میگم یه ذره سبک بازی من فرق می‌کنه، من بعد از این شارت نمی‌خرم، نالیفایر نمی‌رم، سعی میکنم انقدر دمیج بیارم که اگه لاینم یکی رو هکس کرد من یارو تو هکس بکشم یا تو ایمپیل بکشم، مثلا دزول میارم یا نمیدونم دزول نخوام بیارم بش میارم ابیسال میارم که واسم یارو بزنم، مگر اینکه مثلا یه گست دست این ببینم، یه گست دست این ببینم، یه گست مثلا دست این ببینم، همه رو مثلا ببینم. الان که اصلا مینه خیلی جلویه، از الان نمیرم برای نالیفایر، بعدن 100 درصد نالیفایر میخوای، مثلا برای میرانا میخوای، برای لونا اگر به قول تو گست آورده باشه میخوای، برای این زیاد به درد نمیخوره، باف خاصی هم ندارم بدم به لونا مثل الکریتی و اینا که باز دیسپل کنی. هرچند وقتی نالیت اومده دیگه این گست داره، این دوست داره، اینم داره، من بدم نیست، نه نالیت اوکیه، اینا ببین خب اینا میخرن دیگه، اینا خب میتونن گست نخرن، اینا میتونن یه داستان دیگه، ولی خب اینا خریدن چون اینا اینجوری بازی کردن، اوکی نالیت، نه اوکیه نالیت اوکیه، ولی واقعا شارتو نیستم، جدی میگم شارت با هیچ منطقی نمیره توی سر من که چرا شارت خریدی، به نظرم نمیارزه 1400 تا جلو لونا و لینا، جلو بریستل و اسپک 100 درصد، ولی جلو لونا لینا نم، حتی راسته شاید جلو ریت کینگ هم مثلا بگم ای، ولی نه دمیج دمیج بخر. بقیهشو خوب بازی کردی، بقیهشو داری خوب بازی میکنی، به نظرم مهمترین درسی که کلن باید بگیری از
این داستان اینه که نذاری بقیه بازی تو خراب کنه. یعنی اگر فکر میکنی ببین اینجوریه داستان، هم دوتا هم زندگی اینجوریه، بعد از یه فیل نمیتونی این قضیه رو بندازی تقصیر یارات، یا تو اونقدری خوبی که میدونی این قضیه اشتباهه و یاراتو کاملا با اعتماد به نفس میگه آقا شما هر کاری دوست دارید بکنید، من نمیکنم کارو، من میدونم کار درست چیه، یا اونقدر خوب نیستی که یارات میتونن بگن به شک بندازنت و بگن نه بیا، بعد بگی اه من درست فکر میکردم. تو بعد تمرین کنی که اونقدی خوب بشی و اینقدر این بلاها سرت بیاد، مثلا یارات خب چیزای اشتباه بهت بگن تو حرفشونو گوش کنی، اینقدر این بلا سرت بیاد که دیگه بدونی آقا این کار غلطه و بلا هدف تو بعد این باشه من اینقدر باید خوب بشم که تصمیمی که خودم میگیرم 100% باشم روش، شک نکنم. اگه میخوام برم تو فایت خودم بخوام برم تو فایت، اگه بخوام اسکادی بخرم خودم فکر کنم اسکادی آیتم درستیه. میگیری چی میگم؟ بله. تا اینکه کسی بتونه بازی تو رو تغییر بده، چینج بده، خصوصا با پوز یک. تو دیگه کری بازی میکنی دیگه، پوزای دیگه زیاد بازی نمیکنی که نه؟ یک و پنج فقط دیگه. یک و پنج، خب پنج گفتم، یه سری پنجا فرق میکنن واقعا، خب یارات مهمه، ولی بازم خودتی که انتخاب میکنی چون میدونی راه دیگه ای نداری، خودتی که انتخاب میکنی مثلا بری با یارو بمیری سر اینکه خب شاید یارو رو زنده نگه داشتی و اون لحظه آپشن بهتری واسه انجام دادن نداری دیگه، مجبوری به خاطر نوع هیروت. ولی این نه، با کری همیشه کلی آپشن داری، همیشه باید خودت تصمیم بگیری بدون چیه. بعدم نشد این دمیجا رو با هم دیگه تست کردیم، هم من یه چیزی یاد گرفتم، هم خودت میتونی هر چنگای بعدی گیم انتخاب کنی، مثلا میبینی اه پریدی رو لونای زورت نرسید و بری با همون آیتم مثلا یه چیز دیگه بگیری ببین حاجی مثلا من چی میگرفتم زورم میرسید. ماجیکال و فیزیکال و اینا رو برات یادآوری کردم دیگه که آقا میتونی مثلا به این سبک ماجیکال بخری، مثلا اون دستی که من چیز بودم دیگه، مثلا این دستی که من اینجا داشتم، اینجا یه امبر داشتم که جلوی پیل نمیدونست تکلیفش چیه دیگه، یه امبر داشتم که خرید بتل فیوری میلستروم جلوی پیل، بعد به تنهایی خب این اشکال نه تو این مین زورش میرسه، ولی بعدش پیل آرمورش میره بالا، اچ پیش میره بالا. من اینجوری بودم، من حرفم اینه اگه میخوای پیلو با امبر بزنی یا باید بتل فیوری دوتا ددالوس دیواین بیاری چون این آرمورش خیلی بالاست بزنیش، یا بتل فیوری نخری این میل استرومو بکنی میولنیر شیوا آقانیم ریفرش که اونجوری بزنیش، یا فول مجیک یا فول فیزیک اینجوری، نه این نه بتل فیوری آقانیم تو رو قوی میکنه نه آقانیمت بتل فیوری تو، نه بتل فیوریت میل استرومت رو قوی میکنه نه میل استرومت بتل فیوری تو، اسکیل نمیشن این آیتما، یعنی هر چقدر گیم میره جلوتر اینا اون یکی رو قوی نمیکنن، در صورتی که مثلا چه میدونم ددالوس وقتی میخری بغل بتل فیوری هم بتل فیوریه داره ددالوس تو رو قوی میکنه هم ددالوس داره بتل فیوری تو رو قوی میکنه، دیواین وقتی میخری دیواینت هم ددالوس رو قوی میکنه هم بتل فیوری تو قوی میکنه، ولی دیواینت میل استروم رو قوی نمیکنه که آقانیم تو قوی نمیکنه. بله. اوکی. پس اینم مثلا یه مشکلی بود که الان من با این امبره داشتم، یا مثلا این رید کینگ مثلا ای سی خریده، بابا تو 5 تا آرمور از 30 تا آرمور این کم کنی اصلا فایده نداره، بعد ای سی رو با رادیانس خریده اصلا این دردش نمیاد، اصلا چیزی نیست برای این، برو بخر مثلا میولنیر بخر ماجیک بزن بهش، تو که رادیانس داری میولنیر بخر ماجیک بزن اینو کم کن آرمور این بالا. این خلاصه گفتم بعدش نیست که تو ذهنت داشته باشی ماجیکال فیزیکال جلو ترور بلید فانتوم لنسر لونا درو رنجر هیروی که آرمورشون خیلی زیاده اینان دیگه، درو کسی که اجیلیتی زیاد میخرن مورف درو تی بی اینا، بد نیست که اینم تو ذهنت باشه دیگه. چی سوالی چی داری؟ سوالی چیزی نکته ای؟ یه سوال دارم بودم این فانتوم بپرسم. بپرس. وقتی که من اصلا کاملا دمیج دارم میخورم، مثلا مانکی زدن جلوم و من کاملا سجست میخورم جلوم ویدو، مثلا وقتی مورف مانکی بزن خیلی سخت میشه بازی واسه پی ای. آره اینجا من ترجیح باید بدم که خودم رو سفتر کنم یا اینکه مورف رو سریع تر بکشم؟ خودتو سفتر کن، خودتو سفتر کن.
همیشه اینجاییم، نمردن یعنی مثلا من خیلی باید مهمتر. سیتنیک کنم. سیتنیک اسکادی ابیسال. آره آره دقیقا، چون دیگه اون ایویژن نداری دیگه، باید حساب کنی روی این که ببین آخه اون یه قماره که مثلا حالا شاید یارات خوب بازی کنن مورفه رو مثلا هکس، یا مورفه بد بازی کنه زود هکس شه تو به پری بهش بزنی، مثلا ستا بهش بزنی، ولی خیلی شایده. تو باید دیوربل باشی، وقتی اول بعد نمیری بعد بعد همیشه نمردن تو به کشتنت اولویت داره، همیشه اول نمیر بعد بکش. مثلا اون دست که با وایت باترفلای خریده بودی، وقتی میگه آقا باترفلای به نمردن من کمک میکنه، آیتم منطقی میشه. چرا؟ مثلا میگه آقا مثلا کیلینگ سه این یاروهاش خیلی منو اذیت میکردن، جوری میس میدادم، پس بله. یه فاکتوری تو نمردن توی اون آیتم داری، اول نمردن بعد کشتن. صفر کن سیتنیک بخری، یه کاری کن یارو اتک هم میده تو نخوری یا کم بخوری، بعد سیتنیک بزنی دوباره پرشی برات مهم نباشه، اینجوری میتونی یه جوری من فایت کنی با یارو، این خیلی مهمتره تا اینکه یه جوری بخری یا دو تا بزنی یا دو تا بخوری. این ریسکه، این قمار. بله. اوکی خب حالا بعد همین روی فانتوم استاسین وقتی مثلا جلوی مورف بازی میکنم، مورف هیرویه که دمیج فیزیکالش خیلی زیاده، ارزش داره من روی آرمور سرمایه گذاری کنم یا نه؟ مورف آخه ماجیکالش هم خیلی زیاده، بعضا بعد اچ پی بخری. نه آرمور نمیارزه جلو مورف، جلو مورف اچ پی میخوای، سیتنیک میخوای، اسکادی میخوای، چیزایی که هم اچ پی میدن هم آرمور، استات میخوای جلو مورف، هم اچ پی هم آرمور، چون مورف ماجیکش هم خیلی زیاده، نمیتونی کاری هم جدا از اینکه ایبلی دوش خیلی ماجیک میده، تبدیل میشه به یه هیروی دیگه با اونم کلی ماجیک بهت میزنه. حالا تو هر چی دوست داری آرمور بخری، یهو سند کینگ میشه زیر ایمپل سند استورم میکنه، بعدم یه ایبلی دو میزنه در نمیاد. استات و اچ پی خیلی جلو مورف خوبه. بیدوز اسکادی چه آیتم دیگه میشه زد اسکادی که سیتنیک ابیسال. خب اونو آرمور نمیدم بیدوز اسکادی مهم تقریبا. نیست، اچ پی که میدم، بله اچ پی میدم، بعد آرمور هم خب میگم تا یه حدی دیگه میگم بستگی داره، خیلی از دمیج مورفیز به نظر من نمیارز که ای سی به خریجن مورف مثلا، نه نمیارز، واقعا نمیارز، پولتو داری میریزی دور، کلی ماجیک میزنه مورف، یکی از هیروهای خیلی خوب جلو ترور بلید سر اینکه کلی ماجیک میزنه بشه. بله اوکی. و فیزیکال هم خیلی کم. آره فیزیکال هم خودش کم میخوره، فیزیک هم حالا زیاد دارم این فیزیک هم حالا کم نمیزنه همچین به تیوی. اینه دیگه خلاص، به نظر من یه ذره دیده تو راجب دمیج دانا و اینا بد نشد، راجبش صحبت کردیم، باز کردیم. بله دیگه. چی؟ من خسته نباشید، قربونت، خوشحال شدم. حالا اگه بعدا بازم سوال چیزی داشتی میتونی تو دیسکورد بهم بگی حتما. اوکی آره قربونت همین رسن جون، خوشحال شدم میبینمت دیگه پس بعدا. قربونت، خدافظ. خسته نباشید. خدافظ.